به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام، من امیر حسین قهرایی هستم. شما همتون منو به اسم آقای دوربین مخفی میشناسید. حالا چی شده که الان من جلوی دوربینم و پشت دوربین نیستم؟ ماجرایی است. عرضم حضورتون که میبینید که عده‌ای از دوستانم اینجا تشریف دارن و دارن شماها رو و با ما دارن برنامه رو قراره که نگاه بکنن. اینا کی هستن؟ اینها دوستانی هستن که من سورپرایزشون کردم قبلا، یعنی توی دام یا توی تله چی افتادین؟ دوربین مخفی من افتادن. خب و حالا اومدن اینجا جمع شدن خدمت شما در برنامه چی؟ برنامه سورپرایز شو که شما رو سورپرایز کنن. یعنی با حضور این دوستان قراره که ما این برنامه رو تماشا کنیم. امشب یک مهمان ویژه هست و هر شب که قراره منو یاری بکنند، سرکار خانم دکتر منصفی. خیلی خوش اومدید دکتر. مرسی، سلام به شما، سلام به همه دوستان. خیلی خوشحالم از اینکه کنار شما هستم امشب اینجا تو جمع صمیمیتون و قراره که با همدیگه تحلیل کنیم رفتارهای همدیگه رو. خب خانم دکتر، باز هم خوش آمد میگم به شما به برنامه دوربین مخفی. و یک سوال، چی شد شما تصمیم گرفتید برنامه دوربین مخفی ما دعوتمون رو بپذیری و شرکت کنی؟ خب دوربین مخفی همیشه جذابه، برای منم خیلی جذاب بود. از بچگی من همیشه دوربین مخفی شما رو دنبال میکردم. مال من بچگی؟ بله. نه خانم، اون یکی دیگه بوده. نه خود شما بودید. از دبیر عجب گرفتاری داریم. خب حالا بفرم ادامه. بله بله میفرمودید. و خیلی جالبه برای من، برنامه دوربین مخفی همیشه خیلی حرف ها داره برای گفتن، به خصوص اگر که خوب اجرا بشه و خوب برنامه ریزی بشه، خیلی حرف ها میشه از توش در آورد و خیلی صحبت ها راجبش کرد. این که آدم ها رو ما توی یک موقعیت های قرار میدیم که باید فی‌البداهه یک عکس العملی از خودشون نشون بدن، بسیار جالبه. و به خصوص علاوه بر حالا اون جنبه سرگرمی و طنز ماجرا، چیز دیگه‌ای که خیلی برای من به عنوان یه روانشناس خیلی مهمه اینه که چی میشه که آدم‌ها وقتی توی یک موقعیت مشابه قرار میگیرن، افراد متفاوت، اینقدر مختلف رفتار میکنن و عکس‌العمل‌هاشون اینقدر متفاوته. خیلی برام جالبه، میتونیم که خیلی استفاده بکنیم از این موضوع. و همیشه هم البته آقای قهرایی، من دوربین مخفی ها رو که میدیدم فکر میکردم که جای یه چیزی به اسم تحلیل این دوربین ها، جای دکتر منصفی خالیه. کجاست دوربین؟ جای دکتر منصفی توش. حالا انشالله که توی برنامه سورپرایز شو با حضور شما ما بتونیم برنامه‌مون رو پربارتر کنیم انشالله. فرض کنید یه زن و شوهر رویید، شما رفتید خرید کنید، من قهرایی میام پیش شما، معمولا هم به شوهره میگم آقا این 300,000 تومان رو بگی بذار تو جیبت خانومت نبینه. بعد وقتی میای بیرون یک نفر اسفند داره دود میکنه بیرون وایساده و از تو میاد گدایی میکنه، از تو خواهش میکنه بهش پول بدی. شما شروع کن این 300,000 تومان رو یا 100,000 تومان رو اسکناس به اسکناس بذار تو سینی این و ما دوربینامونو متمرکز میکنیم روی خانومت، ببینیم خانومت چه عکس العملی نشون میده. اول خب ممکنه نگاه کنن، بعد یه جایی اینا از کوره در میرن دیگه، میگم بابا چقدر دیگه داری خرج میکنی. بعد حالا ببینید ما به جایی هم رسیدیم که حتی ما گفته بودیم به بازیگرای عزیزمون که اینجا نشستن، آقای سپهری و خانم میرزایی که خیلی خوب بازی کردن نقش این اسفندودکن ها رو،
واقعا واضح و زیبا بود و گفته بودیم بهشون ببینید اگر که اینها خانومه زیاد جیغش در نیامد آقای موبایلشو بده، کیفشو بده، ساعتشو بده تا اینکه اینا رو واقعا به جوش بیاره. اول یه سوالی دارم، شما اون وقت بیشتر خانوما رو سوژه کردید؟ ببینید ما جالبه ما سراغ خیلی ها رفتیم ولی چیزهایی رو که شما امشب میبینید کسایی هستند که قبول کردن که با خانومشون شوخی بشه. ما سراغ هر دو رفتیم و بعضی خانوم ها اینجا خانوم هایی هستن که ما پول به خانوم دادیم گفتیم آها بله بله یه خانوم هستن که ما پول به خانوم دادیم و شوهرشون عکس العملشون گرفت. نه بابا ما دیگه یه دونه آره یکی آره دلیل خاصی هم داشت؟ دلیل خاصی نداشت نه مطمئنی؟ آره مطمئنی خیالم راحت شد خیلی فمینیسته میگه چرا فقط آقایون خب دیگه بعدم بدینید مردان که مادر خرجن درسته مرده که داره خرج خونه رو میده دیگه حالا ممکنه مثلا شما رفتی خرید خانومت بهت گفته اینو برای من بگی میگی پول ندارم الان نمیتونم بخرم خب بعد میای بیرون میبینی آقا داره 100,000 تا میذاره کف دست گدا خب عصبانی میشی دیگه نمیشی شما بودی نمیشدی خیلی خب. حالا اجازه بدید با هم دیگه برنامه رو تماشا کنیم شوخی‌ها رو ببینیم و بعد دونه دونه ما با این دوستانم صحبت داریم و راجع به عکس العملشون می‌خوایم ازشون چک کنیم سوال کنیم زمین فک بود و به بیزد چک بود و یورو نک شک بود و روکوی مدک بود و بودو هی بودو سو بودو چشم وایسا بودو اینو بگی دست تا اون رو بیارم من بدبختم زن و بچه دارم شلیک میکنم اسلحه دارم نزن دوربی مخفیه آخ مادرین برنامه شوخی دوربی مخفی زد میکنم این یه میکروفونه میدم دست تو به اینا بگو من کادو گرفتم زب کنیم بچه ها بگو من کادو گرفتم داخل این جوراب از این هم بیشتر نمیاد چون توش میکروفون در حالت خب بگو بهم کادو دادم جوراب کادو دادم حالا شوخی ما چیه من به تو یه مقدار پول میدم این بشمار ببین چقدره چلتا میذاری تو اون جیبه بذار تو اون جیبه دونه دونه این پنجتومنی ها رو در میاریم بیدی به این گده ها که بیرون هستن کلی ها آره هی میگه به من بدبخت کمک کن هی بهش بده اینجام 50 تومنه خب اینم میگه دسته اینم بذار تو این جیبه دونه 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 ها خب دونه دونه بهشون میدی نه بخند نه ایچه اینگاه داری به فرق هی گفت موبایلت رو بدود بده سلام برادر نظری نیازی داری بکن بگو بگو خدا کمه اگه امکان داره بیشتری خود من مشکلاتم زیاده دست شما در الهی خیر از زندگی دو دعا کنم پدرم خدا نگهدار باشه اگه زنده است اگر هم مرده خدا رحمتش کنه من زنده واسه پدرم دعا کنم بچه‌ها زیاد دخترتون است خدا برکت بده این دعا تو بخون به ما بیشتر پول بده چی شد قهر کردی شما چی فکر کردی قهر نکردم چون این شرایطم درست نبود بهشون گفته بودم که عجله دارم زودتر بریم خونه به خاطر همین فکرش نمی کردم فقط عجله داشتی بری خونه؟ بله آره خب ادامه شو ببینیم بفرمایید دارم پول دارم پول بده موبایل بدی هرچی بدی قبول کمک نمی کنیم اگه بازم داری من دعا رو می کنم برات میگید بده بیا بشکرم بیا بیا موبایل رو خودت آره شبو نه عزیزم من پدرم مگه احتیاج داری شما حالا ماشاءالله الان هر خونه یکی 4-5 تا واقعا می‌خرید واقعا می‌خرید زبیده دیگه گوشی برات می‌خرم این گوشی رو میدم به شما فقط خانمت قول داده برام بخره باشه میگیرم برات نمیخره چرا نمیخره نمیخره داده به من داده به من چرا تو بیعقلی داده به من گوشی آخه چرا بدم پدر من آخه مسخره بازی و چی شگو نداره چی من شما خدایی گوشی بدم برم تو دیوانه ای نگه دار منظور چی بود مگه تو خدایی؟ یعنی چی؟ آخه میگفت براش دعا کن گفتم من شما خدایی بریم چشم نگاه کن پوز
خیلی شاکاره. خیلی خوب، بریم ادامه بدین. چه ربطی به گوشی داره به دو خواهر من؟ چرا میبروشه؟ چه ربطی داره؟ بده من گوشیو. برو دیگه. نه برو گوشی بده به من. اینا امانه گوشی ها رو بده به من. آقا ما که گدایی نکردیم، ما کاسبیم. اسفند ریختم براش. اسفند ریختم. چه ربطی داره؟ من دنیا چلو چلو اسفند ریختم. شما دخالت نکنیم، شما دخالت نکنیم. من خود بابام بگو. شما در مقابل دوربین مخفی بودی، گوشیشو بده. کلی عکس توشه. آخه گوشیشه، نگرد. مرسی، خیلی قشنگ بود. ببین شما فقط نگران کلی عکساش بودی؟ نگران عکساش بودم، نگران هیچی دیگه نبودم. یعنی پوله بی نداشت؟ نه. من یه سوالی دارم از آقای عباس. چی شد خواستی خانم تو این موقعیت قرار بدی؟ حالا واسه اولین بار بود، حالا مونم شاید یه سورپرایز واسش بشه، بذار بخندیم. آها یعنی دوست داشتی یه هیجان ایجاد بکنی. حالا دیگه چی؟ یه جوری میگی داری محاکمش میکنی؟ نه یه سوال بود. خوب کردی، خیلی خوب کردی که محاکمه نکن دوسته عزیز. نه یه کاری نکن ملت دیگه باشی شوکه کردی. نه دیگه آقای قهره یه دوست بودی من کارم بکنم. خواهش میکنم، ببخش. و شما میگی اولین بار بود که این اتفاق افتاد. چه احساسی به دست داد بعد اینکه فهمیدی که همسرت با آقای قهرایی و دار و دستش و همراه شده؟ یکم عصبانی شدم، گفتم کاش که زود به من اشاره میکرد. گفت خب گفته بودن نگو. به خاطر همین اصلا نگاهتم نکردم که خندم. بگن که میخوایم دومی مخفی شوخی کنیم. باری کلا که نگفتی. آفرین. مرسی. خب جالب بودا. حالا دکتر بریم بعدی رو ببینیم، موافقی؟ وای این دو نفر شاکر، اینا خیلی با نمک بودن. آفرین. بفرمایید پلی کنید لطفا برنامه. آقا سلام. تشی بیرین جلوتر، خانمتون منو نمیدیم. ما برنامه دو مختی رو نمیدیم. هدیه که ما بهت میدیم اینه، ولی یه میکروفون. اگه خانم پست چیه میگی جراب بدم، ولی توش یه میکروفون از اینم بیشتر نکش. خب من به تو صد تا من پول میدم، پس یه تو میری بیرون با خانمت. خانمت نباید بفهمه. یه گدا میاد جلوت میگه به من بدبخت کمک کن، تو یه پنج تومن، پنج تومن، یه پنج تومنی بذار تو کاسش. من تو رو خدا با یه پنج تومن کل این بود 100 تومنه. بشمار الان این چقده. کل این ببین 50 رو بذار تو یه جیبت، 10 رو بذار تو یه جیبت. خب آره میخوایم خانومت ببینه عکس العمل خانومت رو بگیریم. آره خیلی جدی بگیری برو بیا اینو بگی بذار تو یه جیبت. اینم پنجی. آره هر چی بود میگه موبایل تو بده، تو رو خدا من فقیرم بهش بده. ممنون میشم ازت، یه کمکی بکن. خدا بیشتر بهتون بده، گرفتارم. خدا خوشبختتون کنه. ایشالله خوشبخت باشین. سایتون رو سر بچه ها کمه. مشکلم زیاده ها حاج آقا. یه بسته. مشکلم زیاده. خدا از برادری کم کن نکنه. اگه بتونی همشو بدی ممنون. همشو نه. همشو بدی ممنون میشم. مریض دارم، گرفتارم. حالا همشو نه. حالا خدا برکت بده. خدا برکت بده. چیش بده؟ چرا نگیم؟ ارزمانه گوشه ایست. گوشه ایست بله دوشی. بیا آره گوشی رو به من بده. گوشی رو به من بده. سیمکارتی تو گوشیه. حاج آقا. بیا اینجا یه ده. خدا خیرتون بده. اللهم صل علی محمد. یه دعا میخونم تمام مشکلات زندگی حل میشه. دعای اصلی رو بخون. هرچی داره به ما بده. یار مرا غار، مرا عشق جگر خار، مرا یار توی غار، توی خواجه نگهدار مرا. تمام زندگیت اینو پنج بار تکرار کنی شبا موقع خواب تمام مشکلاتش حل میشه. سیم کارت چیزی نیست، میسوزونه. اون انگشتر رو به ما بده. اون زمان نگوشتم بده. خانم انگشتر رو از این بگی. خانم انگشتر رو بده به دخترم. دخترم انگشتر نداره، والله نداره انگشتر. انگشتر تو بهش بده دخترم، دم بخت دخترم. میخوام جهاز براش بگیریم خانم. چرا پودش دادی؟ 100 تومن. چرا؟ گوشیم چی بسیده؟ بازه دادیم دیده الله خدا. هرچی تو دیدش پول بود در بار بزرگ ازش گرفت. اینی که تو خونه به من پول نمیده بزرگ در میگفتم پرشنا بزرگ ما داریم میریم بچه بری ساندویچ بخره. خونه نمیده. خب نکنه بر مقابل دوربین مخفی بده. ای خدا. خیلی قشنگه. عکس العملش وقتی و
وقتی که میفهمه دوربین مخفی خیلی بانمک بود. من یه سوال از شما بکنم خانم، خونه شما پدر سالاریه یا مادر سالاری؟ پدر سالاریه، ولی خب ما هم نظراتمون رو میگیم دیگه. خیلی خیلی قش نظرامون رو میگیم دیگه. نظر جالب، نظرش اینو فهمیدین دیگه. آقا قهرایی، برای همین ایشون خودشون جواب دادن. چیو جواب دادن؟ جواب سوالشون. آها خانم جواب منو داد. آها من متوجه نش، فرقی داره؟ ببخشید تحلیل یکم فرق داره. یکم چرا فرقش چیه؟ به هر حال خب ایشون اولین کسی بودن که به سوال شما جواب دادن. به نظر میرسه که خیلی هم منفعل نباشن توی خانواده. منفعل که اونجوری که نه، ولی خب فعال هستن، ولی آقامون درجه اول خونه هست. آقاتون؟ اسم شما آقاشون چیه؟ بگی بالا میکروفونو اسم شما؟ ناصر. ناصر؟ بله. ناصر جان؟ جانم. تالا شده خانمه از این کارا با... نه خوده اونجا هم دیگه من نفهمیدم. ببین موضوع به پول که میرسه دیگه خیلی. آره اون پول بود دیگه. نه پول من نمیسوزه، به انگشتره میسوز. آه چرا چی شد؟ آخه گفت انگشتره تو بده. دادی؟ نه بابا نداد، انگشتره نداد که به خاطر انگشتر فرار کرد. من هر چقدر پول میدادم صداش در نمیومد. جدی؟ واقعا به پول اعتراض نداشتی؟ پس اینا مردشون خوبه. اگه میشه. نمیدونم. نه اعتراض به اون شکل کنه. من شوهرم مثلا عقیده نداره به کنار خیابونی زیاد کمک بکنه. مثلا کمک میکنه کسی که شناخت داشته باشه. من تعجب میکردم هی همچین پول میده. نمیدونستم تو خیابونم اعتراض کنم بگم چرا این کارو داری میکنی؟ مثلا طبیعیه؟ طبیعی نیست. بله تعجب، تعجبی که توی بله. صورت شما بود کاملا طبیعیه. خب تو این شرایط معمولا آدمو تعجب میکنن آقای قرایی. بله تعجبی که باید بکنن، قراره که تعجب بکنن. چون چقدر چقدر ما به شما پول داده بودیم؟ 100 تومان. آها گوشیم هم گرفتن. گوشیت هم گرفت. بله. خیلی بابا ورخ خرج. گوشیت داشتن نمیدونم. بابا حق داشت دیگه. ببین عکس اولش در خفا ولی این دیگه. خیلی خوب. دعواتون نشد بعدم؟ بابا نه دعواتون نشد، چون من اومدم گفتم دوربین مخفی و شما فهمیدین، ایشون فهمیدن که پولو ما دادیم. کتک نخوردن. کتک نخوردی؟ ولی چیزی که جالب بود آقای قهرایی، این زوج خیلی به نظرم تو این فیلمی که ما دیدیم خیلی صمیمیت خیلی جالبی با هم داشتن. خیلی دوستن. دوستن، با هم خیلی راحتن، صمیمین، کنترل نمی‌کنه یکی از افراد اون یکی رو. چیزی که من حس کردم این بود و خب خیلی دلنشینه. جالب بود. خیلی ممنون دوستان، تشویقش هست. چه خوب. خب اجازه بدیم بریم نفرات بعدی رو با هم ببینیم. سلام، تشریف بیارید اینجا. سلام، من از برنامه دوربین مخفی هم. حالت خوبه؟ منو میشناسی؟ بله بله. ببین ما میخوام یه شوخی بدون اینکه خانمت بدونه بکنیم، یعنی تو باید با ما همکاری کنیم. من به تو یه مقدار پول میدم، اینجا 90 تومن پوله. خب 50 تاشو اینا رو بذار تو جیبت. خب اول 50 تایو گوش کن، وقتی از اینجا میری بیرون با خانومت دو تا گدا اسفند دارن دود میکنن بیرون، شروع کنن از تو اخخازیم که تو رو خدا به من بعد بخ کمک کن. تو اول یه 5 تومن بده، بعد دونه دونه 5 تومن، اون میگه تو رو خدا بیشتر تو این 90 تومن رو کامل بده به اینا. خب بعد این یه میکروفونه توش درسته. از این وری باید سرش بالا باشه. اینو بگی تو همین دستت که شکسته، بگو که اینه به من کادو دادن، جورابه. تا اینجا بیشتر باز نمیشه، بیشتر بازش کنی اینجا میکروفون نبینه خانم. درسته. اینه فهم ما یه جور اینجوری باشه که صداتون زد. سروز هم زیاد جالب نیا آقا. آقا یه سی بابا اسپورتون آقا برمونت برم. بس این رو بسه تو چی بهت خانم ادنه فهم بس که ادا که اومد من تو اول یه پنجی بهش میدم، بعد یه دهی میدم. تمام اینا رو هم تو رو خدا بازم بنده بده. خانم تعجب میکنه دیگه. بعد میگه موبایلت هم بده، هر چی داری تو جیبت بده بهش. خانم جیغش در بود. خیلی باحال. واقعا در میاد. پسر نازیم خدا بچه تو برات نگه دار. دست چی شده همون؟ دستم از رو پله افتادم اومدم بچه شلا خدا شفاعت بده. دستتون نمیشه صدقه بدین همیشه. چرا صدقه نمیشه؟ خانومش که داده خانوم. خدا برکت بده. دست شما خوبه؟ نه والا کمه. خدا حفظتون کنه. چند تا بچه داری همون؟ من 6 تا بچه دارم. من آخری هستم. آخری آوردم برای کمکم دریافتم باشه. آه جادو الان وردو بخونم براش بخون پولاشو با ما بده. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا وایس اخ بزایی بزایی دستش خواهرم داره.
داره به ما کمک میکنه. اون دستش درد میکنه. این مشکلات لازم داره با این سن. مشکلات زندگی زیاده. خواهرم بذار کمک کنه. مریض داریم ما. از همینجا بری خودمشتر بهتر میده. چیزی نداریم کمکمون کنی. بیا بیا دیگه. بیا خواهرم. بیا بیا اینجا وایسا. بیا. شما نباشه شگون نداره ها. نخواستیم این پولو بیا بگیر. چرا با شوهرم شگون نداره. دخترم عزیز دلم گلم بیا پول شوهرتو پس میدیم. بیا اینجا بیا یه لحظه بیا اینجا. اگر راضی نباشی این پول از گلوی ما پایین میمیره. که من راضیم. آخه وقتی خودش کارتش خالیه از کسی قرض گرفته میگم وقتی خودت نداری و اندازه. من این روز از یکی قرض گرفتم. یک روز روز داره فردا نداره. دست شکسته صدقه نداره. این دست شکسته خدا هم شما دلتون پاکه. دل اینم پاکه. زندگی همیشه بده آقا داری بازم چرا به ما آخه 100 تومن الان پول چقدر دادی؟ 100 تومن به اینا پول دادی؟ 100 تومن 90 تومن کشید. 90 تومن دادی؟ 90 تومن به اینا پول دادی؟ 90 تومن آقا جان چی؟ همونه که ورد میخونی اینا. آره امروز هم باید کنم کارت داری بده برم پوز دارم. دستگاه پوز دارم. بده اون دستگاه پوز دارم من. آقا وقتی شما من پول نداره پول نداره دستش عکس بگیر. آفرین بشین نگه دارید. مرسی ما رسیدیم به مطلب. آقای قهرایی چقدر اذیت کردی؟ کارش نکردم. نه اوه اذیت نکردم. اذیته. ببین شما بگی اذیت دیگه همه فکر کنن اذیته. ولی من الان حس اینو داشتم که الان خیلی بهش فشار اومد. به ایشون فشار بهت فشار اومد اون روز نه؟ اذیت شدی؟ چون دست شکسته بود داره. دست شکسته بود ناراحت شدی ها؟ یه ماه بود سر کار نرفته بود. دو ماه بود. خیلی خوب دوستان ببینید ما بعداً فهمیدیم که این دوست عزیز ما واقعاً نمیتونسته این 100 هزار تومان دادیم بهش. 300 تومان بود. 300 هزار تومان. 300 هزار. و شما تعجب سورپرایز نشدی که این 300 هزار تومان تو جیب شوهرت چیکار می‌کنه؟ گفته بود پول نداره ولی گفت میرم از کارت میکشم. وقتی از کارت گفت میکشم دیگه تعجب نکردم. گفتم حتما داره. حتما داره. به افتخار خودتون یه دست بزنید. ناراحت شدی قهر نکردی؟ ناراحت شدم ولی قهر نکردم چون با کمک کردن مخالف نیستم. آها اوکی متوجه شدم. نه ببینید ما نمیگیم با کمک کردن مخالفت بکنید. با ولخرجیه. این اصلا این آیتم ما یادتون باشه دوستان این اصلا ولخرجیه. کمک کردن نیست. کمک آره میکنی. اینا خیلی پر رو بازی در آوردن. یعنی هر چی که بود از این ملت داشتن میگرفتن. یعنی واقعا آفرین. آفرین. آی سپری واقعا پرستو خانم آفرین به شما. به افتخار این دو تا بازیگر خوب من. آره. خیلی خوب بودن. خیلی خوب. آفرین. خب دوستان و اما آیتم بعدی قابل توجه شما که سوال میکردید چرا پول دست خانما ندادید این دفعه با خانواده آقای کاظمی که شوخی کردیم از خانومشون خواهش کردیم چقدر پول دادیم به شما خانم؟ 200. چقدر؟ 200. حالا عکس العمل آقای کاظمی رو با هم بچه ها تماشا میکنیم. آقا جلوی LCD هستی برو بریم. من به این کمک کنم. من خودم کمک میکنم. خیر از زندگیت ببینیم. خواهش بفرم. خدا برکت بده. خدا آقا تو براتون نگه داره. خدا برکت بده. انشالله همیشه ساله باشید درست باشید. دخترم الان به خونه برید برسی یه خبر خوش برات میارم. یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا. شما متولد اردیبهشت نیستی؟ بله. حاجه نگهدار مرا 50 تومن اگه بهم بدی این پولم تکمیل بشه به خونه نرسیده یه خبر فوق العاده خوب براتون میارم. انشالله همیشه سالم باشید. شما یه مقدار شما هم کمک کنید دیگه. شما میخواستین کمک کنین ها؟ میخواستی کمک کنی ها؟ اونی که تو دلت بود خب پول نداریم انگشترت بده. خب انگه ازدواج نه موبایلت رو بده. موبایلت رو بهم بده. مطمئنم زندگی خیر میدونیم. به خدا پول نمی کنه برای من. موبایل بدیش مشکل حل میشه. مشکل زندگی حل میشه. دایم گل این بستان شاداب نمی ماند. دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. معلوم بود ازش خانم خوبیه. خدا نگهدارت باشه. اگر بتونی یک کمک دیگه برم دخترم شما چیز دیگه نداری برم بری گوشی تو برم بری مشکل حل میشه.
خواهش میکنم ازتون. ببین بابام کار داره. بابام هم اونجا واسه. آقا بابام هم اونجا. بفرمایید. مثل خدا خیره. خدا اشکر. آره. چی؟ مستحق از کجا میدونی مستحق؟ شما 200 هزار تومن. ها؟ از کجا میدونی مستحق نیست؟ خب خانم کاظمی خیلی ممنون، آفرین بر شما که با ما همکاری کردید که شوهرتون رو بذاریم چیکار کنیم سر بابا اصطلاح میگن سر کار گذاشتی دیگه، گذاشتیمش سر کار، آفرین. ما شما راضی کردیم، به هر حال یه خانومی بود. میدونید که بیشتر وقتی از خانوما خواهش میکردیم که این کار رو با شوهرشون بکنن، اکثرا نمیدونم چرا قبول نمیکردن. خانوما قبول نمیکردن یا اینکه آقایون عکس عملی داشتن که بعدش اجازه پخش به ما ندادن. ببین چرا آقایون شیطنشون بیشتر شیطون ترن، ولی خانوم هم شیطون بود. خانم کاظمی حاضر شد که شوهرشو بذاره سر کار، یعنی با شوهرش. آقای قهری فکر کنم یه دلیل دیگه هم داره. آدم ها میدونن که با همسرشون آستانه تحملش چقدره، میتونه این شوخی رو بکنه یا نه. احتمالاً این خانم حس کرده که با شوهرش اگر که این شوخی رو بکنه خیلی اتفاق بدی قرار نیست بیفته، درسته؟ خب دوستان اجازه بدید من میخوام دو تا آیتم بهتون نشون بدم که واقعا این دو نفر جاشون اینجا خالیه بین شماها که بشینن و با شما خودشون رو نگاه کنن. دکتر اینا خیلی زیبا، من خیلی غصم شد نتونستن اینا بیان متاسفانه. هرچی هم گفتیم و زنگ زدیم و سعی کردم برنامه هاشون رو یه جوری با ما وفق بدم ولی نشد. شما اینا رو نگاه کنین، این خانم اصلا خیلی کارشو دوست دارم. تماشا کن یه مادر و پسر اصلا فکر میکنم. بهت ما 200 تومن پول میدیم، وقتی از جا میری بیرون یک گدای بیرون اسپندود میده، شروع کن از پول خردترین پولی که داری هی بهش بده، بعد مثل اینکه مسخت کرده هیپنوتیزمت کرده تو هی جلوی مامان تو هی به این پول بده، تو 200 تومن ترابل میدی 50 میدی اینا، بعد ببین اگه دیگه مکسان عملش کمه میگه پس یه چیز دیگه بهم بده، بدبخت هم اینا، بعد تو موبایلتو بده کیفتو بده دلقتو ساعتتو همشو در بهم بده، مامانتو میخوام بگیم چی کار میکنه. خب متولد چه ماهی هستی؟ تیر ماهی؟ بعد اتفاق خوب برای تازگی افتاده؟ نامزد کردی؟ میگه میدونم نامزد کردی. اینا رو میگه؟ آره اینا رو به اون میگی. ما اون بیرونه، آره اون گدا نیست، بدبخت بازیگره. خدا برکت بده، خیر از جوانی ببینی انشالله خیر از مکنی ببینی. پسرتون تازه نامزد کرده؟ تو چشاش میخونم خیر ببینی از زندگی، یعنی اگه بتونی به من کمک کنی همین الان که به خونه برسی یه خبر خوش بهت میاد. متولد تیرما نیستی؟ شما به من کمک کن من بگم به خونه میرسی چه خبر خوشی میاد، خیر از زندگی ببینی، خیر از جوونیت ببینی. ایشالله خدا تو رو واسه خانومت نگه داره، واسه مادرت نگه داره. ممنونم. خدا یواش یواش مادر داره مشکلم حل میشه دیگه، شما بهترین خبرها بهتون میرسه. یکیو دو تا و سه تا و خدا برکت بده بهت، خیر از جوون خدا نامزدش رو برات نگه داره، اونم بدی دیگه همه مشکل ها هست. پسر شما متولد تیر تازه هم نامزد کرده، به محض اینکه امشب بریم خونه بهترین خبر زندگی بهت میرسه. انگشترت هم اگه بدی دیگه حل، خدا برکت بده. علی حسینونی ساتمونی جامونی آره هم چی کار داری؟ آره هم بذار شما من کارم رو بکنم. شما خدا برکت بده، شما الان به خونه نرسیدی نامزدت زنگ میزنه بهت میگه، میگه که زندگی زیباترین زندگی داره. زیباترین زندگی این بند شفل این شفل انته بینا بده من آقا گوشیاشو بده. نه اجازه بدیم، اجازه بدیم، اجازه بذار بره. چی کار داری شما؟ کار ما رو خراب نکنی خانم. این به من دستانم بیل کن. یه
اومده به نجات پسر. چیکار داری شما؟ شما چیکار دارین؟ این خودش آقا خودت مگه نخواستی بدی؟ مگه خودت نخواستی بدی؟ من الان به ایشون بگم همه زندگیشو بده میده. نمیدی؟ شیمپان شکلان شیمپان شاه اینا شب 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 رود و شب شب اینا شب 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 رود رپت بینا بده من شب رپت و شب پت شب اینا شیم شب بده من کیفیتم بده کیفیتم بذار زیر بغلم کیفیتم بذار زیر بغلم نه بابا. خب آقای سپهری ما رو یه تشویق بکنید. آقای سپهری و پرستوی عزیز، آفرین آقای سپهری. خب دوستان خیلی ممنون که تشریف آوردید، سرفراز کردید ما رو. خیلی ممنون که اینقدر آستانه تحملتون خوب بود و زیبا بود و به ما کمک کرده که یه برنامه دیدنی بسازیم و بتونم مهمترین قسمتش اینه که برای اول بار همراه شما شوخی‌ها رو ببینم. این خیلی برام مهم بود، چون معمولاً شوخی‌ها رو پخش می‌کردیم و دوستان خودشون تو تلویزیون می‌دیدن، یکی زنگ می‌زد والا نه دوری مخفی پخش شد. الان خودتون با همراه ما و همراه بینندگان عزیزمون برنامه رو نگاه کردید. یک خبر دیگه هم دارم دوستان، میتونید ویدیوهای جالبی اگه دارید یا خنده دار برای ما ارسال کنید و ما تو همین برنامه در برنامه‌های بعد پخش می‌کنیم. این خیلی زیبا میشه، جایزه میدیم، یعنی بعد مردم رای میدن کدومش بهتر بود و یک جایزه خوبم بهتون میدیم. دکتر شما اجازه میدید خدافظی کنیم دیگه؟ نه ممنون از شما دوستان، تا برنامه بعدی هفته یه بار این برنامه پخش بشه از شبکه لنز. خدای نگهدار، همیشه خندون باشید و مواظب باشید. همیشه اگرم دوربین من نباشه یه دوربین اون بالا هست که مواظب رفتار هممونه. درسته دوست؟ بله بله. ممنون از شما. چون شما با حالی شما رو دوست داریم، آره دوربین مخفی داریم، همه کی تو سر سر کاریم، با هاتون شوخی داریم، شما رو دوست داریم، دورمی مخفی داریم. دیگه این مرد جادوگره دوباره اینجاست که دیگه جادوگر چه دیگه نمیدونم، یه جوری آدم ها سهر میکنه خوب بشه. شوخی همون همه جوره برا زنده است، در بازی گره نکنه که نوازنده است، این کار قشنگه کار خنده است، یه چند دقیقه سر کاری فکر نکنه بهت بگم تا کجا این جوری داره. اینجا بود محدوده، محدوده بازیت اینه درسته؟ و برو تا اون و تا کجا بود؟ آه از یکی اومدتر همینجا نگرشون دار. دیدیم دیدم دیدیم دیدم مخفی بود، دیدیم دیدم دیدیم دیدم هومرن، دیدم دیدیم دیدم ولی دوربینو ندیدم. آره اینجا دیگه جونم همش به فکر فردایی، جایی کفش داریدم بایی یه دقیقه بسیم چه قصر بایی. چی میگی بابا؟ شوخی کردم شوخی کردم نگر آورد بودم دو تا جمعت بالا بود. بگو این اشانتیونه، من اشانتیون دارم. نذری از محبت دوشن ها بکشیشیم و بیا اینجا کار دارم یه ها نرن از محبت هست داره از کازم میره بیرون. بیا این بر بیا بگو تشریف بیارید اینجا، بگو تشریف بیارید اینجا. بابا این مطل میکرد رفقاش میومدن دنبالش دیگه. مگه دو ماشین هست؟ وقتی دو ماشین گریه نکنی ها، گریه نکنی ها، بگو بیه جایی شید در گوشت بگم، بگو من در گوشت بگم، سهرش کن، سهرش کن، بگو من الان خواهد سهرم شب 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 شب